فقط در 50 شرقی و حتی دهلی در سال 1947 تقریبا بیشتر از نیم میلیون انسان مسلمان کشته شد. و اما از اعتداءات و وحشیگری ها در همون جامعه چنان که امروز یک اسرائیل دیگه اونجا به نام کشمیر اشغال شده وجود داره، چنان وحشیگری ها رخ داده و میدهد که قلم مورخان از ذکر آن شرم دارد. و حتی در نهایت به ترور خود گاندی هم منجر شد. این اولین مبدع گاندی بود. دومین شعاری که اونو بر او عمر خودش را فدایش کرد نسخ حکمی بود که در هند وجود داره، اونم عدم لمس منبوزان نجس ها. میدونی که هنوز که هنوزه در هند یه گروه نجس وجود داره که اونا فکر میکنند که اینا نجس هست، کسی حق دست دادن اونها رو نداره. و در هر دوشون آنچنان که باید موفق نشد، برای که این اصلاح یک شخصه، تفکر یک شخصه. اما اگر همین کار از راه دین و از راه خطاب قرار دادن ضمیر و اندیشه انسانی صورت می گرفت، همچنان که بلا تشبیه چه نسبت خاک را با آرم پاک محمد ابن عبدالله انجام داده بود، ببینید که از افرادی که در جامعه عربستان حتی از هند، از هندوهای زمان گاندی بسیار عقب افتاده تر بودند، در بسیاری از موارد از اونها کسانی ساخت که تاریخ بشریت نه قبل و نه بعد از اون اونها را به خود ندیده بود مجتمعاً. و لذا یاران پیامبر دومین معجزه او بعد از قرآن هستند. و لذا کوردلان چه از مستشرقان چه از ولایت معابان شیطان پیشه، همیشه جنگشون با یاران محمده، از خمینی گرفته تا کلینی و مجلسی. وقتی که معجزه اولش را با هزاران روایت دروغین میخواستند تحریف شده جلوه بدن، معجزه دومش را با بدگویی از اونها شب روز روز میگذرانند، در محرم ها، در روزخانی ها، در تلویزیون ها، در فیلم ها. لیکن محمد ابن عبدالله وقتی که وارد خونه دعوت و اصلاح شد، از باب اون خونه داخل شد و کلیدش را با کلید نبوت، با کلید ایمان، این قفل معقد، این قفل پیچیده را باز کرد که هیچ کسی بعد از او به این موفقیت نائل نشده است.